جمعی از زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج سال روز بعثت پیامبر بزرگ اسلام را زیر فشار سنگین امنیتی جلادان در این زندان جشن گرفتند. نشیمان زندان گوهردشت همچنان اجازه رسیدگی های پزشکی را به آقای الله وردی روحی، پدر دو مجاهد اشرفی ندادند. ماموران زندان با ممانعت از درمان این زندانی سیاسی که نیاز به عمل جراحی فوری دارد، قصد دارند ایشان را هم زشت خوش کنند. همچنین جلادان زندان اوین از انتقال زندانی سیاسی کوروش کوکن به بیمارستان خودداری می‌کنند. این زندانی سیاسی به دلیل شکنجه‌های وحشیانه یک بار زانویش عمل شده، ولی به دلیل عدم رسیدگی به او در زندان مجدداً با عفونت شدیدی مواجه شده و نیاز فوری به بستری شدن در بیمارستان دارد. از تاریخ ششم تیر که از دستگیری خانم ماهرخ شاهرخی از بستگان مجاهدان اشرف می‌گذرد، همچنان از وضعیت ایشان اطلاعی در دست نیست. مزوران وزارت اطلاعات با یورش به منزل وی و با ایجاد رعب و وحشت خانم شاهرخی را با خود بردند. خانم ماهرخ شاهرخی از مادران پارک لاله بود که برای آزادی زندانیان سیاسی تلاش می‌کرد. روز 26 خرداد مهناز محمدی و مریم مجد دستگیر شدند. به دنبال دستگیری مریم مجد، خبرنگار و عکاس، برخی کشورها و مجامع حقوق بشری خواستار آزادی او شدند، از جمله وزارت خارجه آمریکا، وزارت خارجه نروژ و دولت آلمان. همچنین سازمان خبرنگاران بدون مرز و کمیته برگزاری جام جهانی فوتبال زنان از رژیم آخوندی خواستار آزادی این خبرنگار شدند. گفته می شود دلیل بازداشت مریم مجد عکس گرفتن از تظاهرات اعتراضی مردم و نشان دادن اختناق در حکومت آخوندی بوده است. اما رژیم آخوندی با گذشت بیش از دو هفته هنوز هیچ دلیلی برای دستگیری مهناز محمدی و مریم مجد اعلام نکرده. شش زندانی عادی محکوم به اعدام موفق شدند با کندن کانالی به طول 32 متر از زندان اصفهان فرار کنند.